set over هستش بیریم سرا مثالش مثال داره میگه uh, please set the kettle over the fire set over همون مثل set above هستش بالاتر از چیزی قرار دادن که توی اول ویدیو داشتیم اما اینجا over هستش حالا حال above یه فاصله بیشتری رو میتونیم درش در نظر بگیریم اما over همجور روی اون قضیه هستش حالا تم. تم. شاید لمسش نکنه شاید بکنه ولی بالاتر یکم بالاتر قرار میگیره اوکی بعد ست او تنظیم کنیم بذاریم قرار بدیم بالاتر است حالا بالاتر است میگه لطفا کتری رو ست او the فایر بذارش رو آتیش حالا ممکنه این آتیش آتیش مثلا یه اجاق گاز و اینجور چیزی باشه که معمولا تو اون شرایط میگیم پوت کتل آن و دیگه از فایر و اینها اصلا یاد نمیکنیم اما میتونم یه آتیشی باشه یا آتیش باز باشه یا آتیش بامفایر یا همچین حالتی باشه آتیش باز زغال و چوب و این تو چیزا که ما میایم کتری رو میذاریم رو زغال ها میذاریم رو سنگ هایی که مثلا اونجا هست و اینا <تصفح> پس ست اوه میشه چی؟ کتری رو بذاریم بالا آتیش بزنیم رو آتیش اوکی؟ <تصفح> ببخشید آه. چند ساعت داریم زب میکنیم؟ I don't know حالا بعدا چ Uh, یک ضرب دارم زرم کنم دیگه یواش یواش صدام داره میگیره از این بابت پوزش میخوام بنده ببخشید uh, آبم یادم رفت بیارم دو موره سو پلیز سد ده کتل اوور ده فایر کیت رو بزار روتیش بالاتیش واتر نکست وان تابی سد ده پلیت اوور ده هول این دی تیبل کلاث تیبل کلاث رو دمودش یاد کردیم یادتون هست همونی که اون بنده خدا دیو کی بود دیو بود یادتون هست بودن میخواستم نگم گفتم میخواستم نگم فعلش رو شما بگید گفتم گفتیم که هات پن رو چیکار کرد گذاشت رو تیبل کلاف نه اون دیش کلاف بود حالا رو تیبل کلاف گفتیم چی هات پن گذاشت گفتیم گذاشت زمین از بالاتر اون رو برداشت گذاشت پایین میشه چی پوت set down از بالاتر برداریم بزنیم پایین آره یه سوراخی توی اون سوزوند و burn a hole out of it uh, burn the hole in یا حالا واش cloth این uh, tablecloth همونیه که ما میکشیمش روی میز سفره مون یه جورایی بعد خب سوراخ هم هست بعد توبی اومد و مشکل رو حل کنه چیکار کرد set the plate اون بشقاب رو همون به قول آلمانی ها تله رو چیکار کرد over the hole گذاشت رو اینجا دیگه اوور بالاتر نیست فاصله نداره اباو نیست اوور روش طور که بپوشندش so the plate over the hole گذاشت رو اون سراخه in the tablecloth cloth سراخه داخله چیز tablecloth سفره خیلی اینم مشکل اونجا رو حل کردیم خب بریم پس مورد بعدیمون I always set a book. I always set a book. Or coaster. Over the stain on the coffee table. Okay. کوستر چیه؟ کوستر چیز هست؟ معمولا از چوبه از شیشه است پلاستیکه یک که سنگه یک چیز شاید انقدریه یک سطح بسیار کوچیک دایره یا مربع یا حالا به شکل تزینی هم هست و هم معمولا دایره و مربع است که ما میذاریمش روی میز بعد اون اه، اه، مثلا لیوانمون لیوان آب چای ماگ فنجون آبجو هر چیزی که هست هم نوشیدنی سرد یا گرم حالا گرما به خاطر اینکه گرما میتونه اون چوب رو مثلا شکل بده زیرش جاش بیفته یا نوشیدنی سرد بخاطر اینکه رطوبت هوا جذب میکنه و خلاصه اون آب زیرش جذب میشه و جای اون گردی مثلا زیر فنجون یا لیوان هر چیزی هست میفته ما یه کوستر میذاریم بعد اون میذاریم روش پس کوستر اون زیر بشقابی نه زیر غابی نیست ولی خب آره مثل زیر بشقابی کوچیکتره برای آره زیر لیوان زیر لیوانی بگیم اسمش روزم زیر لیوانی شاید هم اسمی داره نمیدونم آره اینو بهش میگیم کوستر حالا میگه که من چیکار کردم میگه من معمولا همیشه هم من میشه ست بوک او کوستر یه کوستر یا یه کتاب رو اوور دی استین روی اون لکه uh, on the coffee table میذارم set over میکنم uh, coffee table میز کوتاه uh, مثلا بین مبلا رو بهش کافی تیبل میگه که آره اون uh, حالا اون یه دونه استین هست استین چی لکه اون uh, لکه یه کتاب یا یه کوستری رو معمولا همیشه قرار میدم always قرار میدم set above set over set over روش قرار میدم. خیلی خب پس اینم پس این هم. پس اینم پس سه توبه نه هنوز نه چون معنی دیگه هم داره معنی بعدش اینه میگه که یعنی تو این مثال میگیم که the author said the majority of the story over the month leading up to the murder trial murder trial trial یعنی چی trial یعنی همون دادگاه اوکی okay. murder چی قتل دادگاه دادگاه, دادگاه قتل دادگاه رسیدگی به قتل Uh, بعد دی لیدینگ اپ تو دی مردر اون ماهی که منتهی میشه لید اپ میکنه یعنی چی منتهی میشه میرسه به uh, دادگاه بررسی مثلا قتل و اینها بعد این میگه که داستان ما نویسنده اوتا uh, نویسنده uh, set the میجورتی of دی استوری بیشتر مجارتی uh, اکثریت بیشتر بیشتر داستان رو ست اوور میکنه ست اوور میکنه اوور uh, چی؟ The month leading به اون ماه م... که داره منتهی میشه به داستان قتل مثلا یه داستانی هستش که این نویسنده نوشته داستان سه سال هستش ولی بیشتر داستان رو ست اوور اون یک ماه رس که مونده به ترایال هست اونجا میگه مثلا تو اون یک ماه چه ها گذشته کیا کارا کردن چه بررسی های شد و اینها همین داستان اونجا میچرخه پس ست اوور که میکنه یعنی حول اون و دور اون قضیه میگردونه ست اوور میکنه یعنی اون ستینگ داستان و کلا داستان تو اون قضیه تو اون, برهه زمانی رخ میده به این ترتیب ست اوور یعنی تنظیم کردن و اون اونجا قرار دادن رو اون قضیه متمرکز نگه داشتن هستش خیلی خب پس نویسنده داستان بیشتر داستان رو حول یک ماه که مونده به دادگاه رسیدگی به مرگ اون قتل حول اون میچرخونه میگردونه نگه می میداره مثال بعدی موضوع رو راحت تر میکنه The entire film is set over just a few hours کل داستان The entire یعنی کل The entire film کل فیلم is set over گذاشته شده تا چیز هستش set over میکرده یعنی دوباره set over کرده یعنی همون حول اون just a فقط سر چند ساعت در هستش یعنی داستان داستان چند ساعته کلن اول تا آخر داستان یه قسمتی از یه روز یعنی همه داستان تو همون چند ساعت اتفاق میفته یه داستان مثلا از بچگی یه نفر شروع میشه تا مرگش یا حالا هر چیزی یه داستانی هم داستان کلا یک ساعت یک فرد هستش که این حالا این داستان داستان جوزفیو انورز هستش فقط حول یه چند ساعتی فقط یه چند ساعتی میگرده اوکی okay. حالت ریل تایم رو داشته براش داشته این داستان خب ست اوور هم تموم شد میریم سراغ مورد بعدی هست set right Okay. set right بریم ببینیم که چه معنی هستش میگه I know I said something I shouldn't have so I am here to set things right between us میگه میدونم که یه سری چیزایی رو گفتم که نباید میگفتم I know I said something میدونم یه چیزی گفتم I shouldn't have اینجا میگه that هم میتونیم بذاریم میتونیم هم برش داریم وقتی برش داریم حالت عرفی تری رو داره I know that I said something that I shouldn't have دنس رو برداریم حالت طبیعی تری رو داره حالت به گوش یه نیتیو هم آشناتر هستش اصلا هم اشتباه نیست اگر دنس رو بذاریم ولی حالت محتاط و یه حالت این رو داره یه چه حالتی رو داره نه که مثلا یه نیتیو اگه بگی بگن شک کنن که این زبانش چه نه ولی معمول نیستش کوتاهتر وقتی میتونیم بگیم کوتاه‌تر رو میگیم پس میدونم که یه چیزایی گفتم که نباید میگفتم I shouldn't have so I'm here من اینجا الان واسه همین الان اینجا to set things right between us که things حالا چیزایی که بوده بینشون اون اتفاقاتی که افتاده اینها رو set right یعنی همه چیز رو درست کنیم هر چیز رو بذاریم سر جای خودش یعنی کدورت ها رو بذاریم کنار مثلا مشکلاتمون رو با هم حل کنیم things مشکلاتمون هست things کدورت هامونه set rightش کنیم درستش کنیم راستوریستش کنیم آها. این هم از این مورد بعدی I appreciate that she offers to tidy my desk for me but I always end up having to set it right afterwards I appreciate یه دستش هم در نکنه مثلا اپریشیت دارم میکنم قدردانی میکنم و مثلا دارم حالا یه نارضایتی هم از اون طرف هست یه دستش در نکنه که پیشنهاد میده مثلا قدردانی میکنم یه خورده خارج از زبان ما ولی خب اپریشیت رو قدردانی کردن من ترجمه میکنیم اما من اینجوری اینجور ترجمهش کنم I appreciate that she offers to tidy my desk for me یعنی دستش درد نکنه که پیشنهاد میده ترتمیز کنه تایدی کنه یعنی مرتب کنه تایدی معمولا مرتب کردن حالا میتونه کلینم باشه که حالا گردگیری و اینجور چیز هست تایدی مرتب کردن مای دسک me. میزم و برام تایدی کنه میزم و برام مرتب کنه but ولی I always end up معمولا به اینجا میرسه داستان end up یعنی منتهی میشه منجر میشه به having to set مجبور بودن به set it right afterwards به اینکه که بعدش خودم دوباره بخوام درستش کنم set it right it اینجا اون همون دسک هستش set it right دوباره بعد خودم setش کنم دوباره بعد خودم درستش کنم همه چیز به هم میریزه هر چیزی هر هر چیز جا جا میشه بعد خودم دوباره درستش کنم دستش در نکنه ولی این کار رو نکنه mm -hmm. خیلی set things right set something right چیزی رو درستش کنیم یه چیزی رو گردیم سر جای درستش سر جای اصلیش اوکی okay. دوباره set right داریم this is a very unfortunate situation I'll ask the people responsible to set this matter right معنی دیگری نیست همون دوباره درست کردن مسائل هستش میبینید که اینجا هم set something set the problem set uh, it right هستش پس فعل separable هستش ما فعل رو مفعول رو در وسط بیاریم میگه که this is a this is a very unfortunate situation خیلی شرایط unfortunate uh, um, هست شوربختی هستش بدیت uh, خیلی بدی داره شرایط خیلی نامساعدی هستش uh, bad chance yala i'll ask the people responsible to set that matter right من ask من خواهم اسک یعنی چی می یعنی میپرسم یعنی میخوام تقاضا میدم من میخوام از اونایی که افرادی که پیپل اینجا افرادی که مسئول هستن تو set this matter right که این موضوع رو درستش کنن sort something مثل sort out هستش اما خب set something right هم هست this matter این موضوع رو right set rightش کنن درستش کنن راستوریسش uh, کنن I'm sorry that we overcharged you we'll try to put it right میگه که من اصخایی میکنم که ما شما رو مثلا یه اداره برقی نمیدونم شرکت برق گازی یا هر چیزی اینترنتی چیزی هستش تماس گرفتیم میگه که من از شما از میکنم که ما اوورچارج کردیم شما رو اوورچارج یعنی چی؟ چارج یعنی مثلا هزینه ای رو پای کسی نوشتن و مثلا قبضی رو مثلا صادر کردن و اینجور چیزا ولی اوورچارج اگر کرده باشه یعنی چی؟ بیش از حد که باید اونو چارجش کرده مثلا نمیدونم ده واحد باید, باید میگرفت از شما پوم باید گرفته خب شما را اوورچارج کرده بیشتر از حدی که باید ازتون گرفته خب میگه که منظرت میخوام اصخایی میکنم که ما شما رو اوورچارج کردیم بیشتر از حد ازتون گرفتیم We'll try to put it right تلاش میکنیم که درستش کنیم راست کنیم همین چیز رو برگردم سر جای درستش Put something right خب Set right. Put something right نه Set something right هستش حال همون معنی رو put, put something right هم درسته put something right between us set something right between us یه چیزی موضوعی رو بین خودمون حلش کنیم این هم میشه هم put بیاریم هم set بیاریم خب